دوست خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه یک تمرین از مبحث بیزی حل بکنیم تمرین رو من از کتاب جبر خطی و هندسه تحلیلی که مقطع پیش دانشگاهی انتخاب کردم و رو اینجا براتون آوردم میخوایم مکان هندسی تمام نقاطی در سفر رو پیدا بکنیم که فاصله اونها از نقطه دو و صفر برابر نصف فاصله اونها از خط x مساوی 8 باشه خب این سوال ممکنه اولش یکم پیچیده به نظرتون اما با هم که هر بکنیم می که اتفاقا خیلی ساده هستش اولین قدم چیه بیاید یه شکل برای مسئلهمون بکشیم با هم دیگه طبق معمول من میام اینجا براتون محورهای x و وای رو مشخص میکنم این از محور مون این هم از محور وایمون حالا بیاید نقطه و خطی که به ما داده شده رو هم روی شکلمون مشخص بکنیم خب یه نقطه دو صفر داریم پس نقطهمون میشه کجا اینجا رو بگیریم یک و دو پس این نقطه رو داریم و خط x مساوی هشت خب دو همطوری ادامه بدیم سه چهار 5, 6 7 8 خب خط x مساوی 8 چه شکلی هستش یک خط عمودی هستش که از نقطه x مساوی 8 روی محور x همون می‌گذره پس تقریبا همچین خطی هستش اینم خط x مساوی 8 بس بیایید این رو هم روی شکلتون بنویسیم اینجا 8 هستش و اینجا دو هستش خب اینم پس نقطه هم با قرمز نشون دادیم خب حالا ما میخوایم مکان هندسی نقاطی رو به دست بیاریم که فاصله شون از این نقطه نصف فاصله شون از خط x مساوی 8 باشه خب چطوری همچین کاری رو میکنیم؟ تقریبا همونطوری که معادله مقاطع مخروطی رو به دست می آوردیم یعنی میام یک نقطه دلخواهی توی صفحمون انتخاب میکنیم مثلا این نقطه و میایم میبینیم که, که, می که تو چه معادله باید مختصات این نقطمون صدق بکنه فرض کنیم که مختصات این نقطمون x و y هستش و بینیم که تو چه معادله ای باید صدق بکنه مختصاتش تا شرط داده شده توسط مسئلمون رو ارضا بکنه خب فرض بکنیم که فاصلش از خط x مساوی 8 رو با d1 نشون میدیم و فاصلش از نقطه 2 و 0 رو با d2 اول میاد با هم دیگه معادله دی یک و دی دو رو بنویسیم خب دی یک مساوی چی هستش اگر دقت بکنید چون این خط یه خط عمودی هستش فاصله هر نقطه ای تو صفحه از این خط فقط برابر قدر مطلق مؤلفه x اون نقطه منهای هشت هستش بنابراین یک مساوی قدر مطلق x من های هشت هستش چون دقیقا یک فاصله افقی روی صفحه هیچ ربطی به معلفه وای نقطمون نداره خب دی دو مساوی چی هستش؟ مطمئن هم دیگه بعد از دیدن چند تا ویدئوهای قبلی فاصله دو تا نقطه از هم دیگه رو یادتونه که از چه رابطه‌ای به دست میاد دی برابر خواهد بود با رادیکال x من های دو به توان دو چون فاصله از نقطه دو صفر میخوایم حساب بکنیم علاوه y 2 چون معلفه y نقطه دوممون صفر هستش خب حالا مسئله از ما چی خواسته؟ خواسته که فاصله از نقطه دو و صفر برابر نصف فاصله از خط x مساوی 8 باشه یعنی ما میخوایم d 2 مساوی با یک دوم d یک باشه خب حالا بیاید d یک و d دو رو جاگذاری بکنیم ببینیم چی به دست میاریم ما میخوایم پس رادیکال x منهای دو به توان دو به علاوه وای دو مساوی باشد با یک دوم قدر مطلق X منهای هشت خب این در حقیقت این معادله همینطوری که هست مکان هندسی نقطمون رو بهمون میده چون این معادله یه که بعد x و y نقطمون توش صدق بکنه تا فاصلش از این نقطه نصف فاصلش از خط x مساوی 8 بشه اما خب همونطوری که قبلا هم صحبتش کردیم ما همیشه میخوایم معادله رو تا جایی که میشه ساده بکنیم مثلا دوست نداریم که رادیکال توش باشه یا این قدر مطلق توش باشه دوست داریم که خیلی ساده تر از این حرفا باشه چطوری معادله میتونیم ساده بکنیم خب برای اینکه از شر رادیکال و قدر مطلق خلاص بشیم هر دو طرف رو به توان دو میرسونیم اگر به توان دو برسونیم به دست میاریم طرف چپمون میشه x من های دو به توان دو بر به وای دو رادیکالش از بین میره و طرف راستمون میشه یک دوم x من هشت به توان دو چون یک قدر مطلق به توان دو میشه خود عبارت به توان دو خب حالا بیاید از میخوام یک دوم هم میشه یک چهارم چون یک دوم هم به توان دو میرسه توی سمت پس میشه یک چهارم در x من های هشت به توان دو خب بیاید این توان دو رو توی دو طرف بست بدیم و عبارت رو ساده بکنیم علاوه بر اون بذارید اول به چهار ضرب بکنیم دو طرف و یک چهارم هم خلاص بشیم پس خواهیم داشت چهار در x من های دو به توان دو به علاوه چهار وای دو مساوی با x منهای 8 می توان. درست خب حالا بیا دو طرف رو بس بدیم. چی به دست میاریم؟ دست میاریم 4x2 ب علاوه 16 منهای 16x دقت کنید که من دارم این جمله رو بس میدم همزمان در چهار هم ضرب می کنم تک تک جمله ها شو. ب علاوه 4y2 مساوی هستش با x2 منهای 16x به علاوه 8 که میشه 64 خب حالا میتونیم ساده بکنیم عبارتمون رو 16x که از دو طرف ساده میشه بیاید این x2 رو ببریم سمت چپ این 16 رو بیاریم سمت راست پس 4x2 منهای x2 میشه 3x2 به علاوه 4y2 مساوی با 64 منهای 16 که مساوی میشه با 48 درسته خب پس داریم 6x و 2 مساوی 48 حالا بیایید دو طرف رو به 48 هم تقسیم بکنیم خواهیم داشت 6x2 روی 48 به علاوه 4y2 روی 48 مساوی با 48 روی 48 که میشه 1 خب داره شبیه یه چیز آشنا میشه نه بیاید بیشتر ساده بکنیم 3 و 48 با هم دیگه ساده میشن خواهیم داشت x2 روی 16 به علاوه 4 و 48 هم با هم دیگه ساده میشن y2 روی 12 مساوی با 1 خب حالا دیگه برای همه تون آشنا هستش معادله یک بیزی رو داریم درسته بیزی رو داریم که آبه براش مساویه چقدر هستن اول قبل از اینکه آبه رو نگاه بکنیم بیزیمون افقی یا عمودیه چون مخرج ایکس دومون بزرگتر از مخرج y دومونه پس یه بیزی افقی داریم افقی بیزی افقی داریم و مقدار آبه چقدر هستش برای بیزیمون آدو مساویه 16 هستش درسته آ دو مساوی 16 هستش پس آ مساوی 4 هستش. و B2 مساوی 12 هستش پس B مساوی با رادیکال 12 که مساوی میشه با دو رادیکال 3 اگر بخوام مقدارش حساب بکنیم تقریبا مساوی با 3 و نیم میشه پس داریم A مساوی 4 بی تقریبا مساوی با 3 و نیم خب بیایید به عنوان یه تمرین اضافه بیزیمون رو رسم هم بکنیم اول بیایید مکان کانون های بیزیمون رو به دست بیاریم برای اینکه اون رو به دست بیاریم باید سی رو پیدا کنیم میدونیم که سی دو مساوی با آ 2 من های به دو هستش که مساوی میشه با شونزده من های دوازده یعنی چهار پس سی مساوی با چند هستش مساوی با دو هستش یعنی فاصله کانون های بیزیمون از مرکز دو هستش مرکز بیزیمون که مبدع مختصاته چون فرمش هست x دو رو 16 و y دو رو 12 یک پس اولین کانونمون همین نقطه دو و صفر هستش و کانون دوم بیزیمون نقطه منفی دو و صف خواهد بود پس منفی دو هم یه کانون دیگه بیزیمون هستش خب حالا بیاید سعی بکنیم بیزیمون رو رسم بکنیم طبق معمول اول چهار تا نقطهش رو بیاید پیدا بکنیم نقاط برخوردش با محور x ها چون که a مساوی چهار هستش پس چهار واحد بریم به سمت راست یعنی این نقطه و چهار واحد بیایم به چپ یعنی این نقطه دوتا نقطه روی بیزی ما هستن و بی چون تقریبا برابر با سه و نیم هستش اگر سه و نیم واحد بریم بالا یک دو سه و این را هم بگیریم سه و نیم. پس سهونیم باید هم بیایم پایین یک دو سه اینجا هم سهونیم این چهار نقطه روی بیزی ما هستن پس بیزی اون رو اگر بخوایم بکشیم تقریبا همچین شکلی خواهد داشت تقریبا بیزی مون این شکلی هستش و خب حالا شما میتونید برای خودتون امتحان بکنید یا چک بکنید ببینید نقاط روی این بیزی واقعا فاصله شون از این نقطه نصف فاصله شون از این خط هست یا نه یکیشو به عنوان مثال من براتون انجام میدم که خب یکی از آسوناش هم هست نقاط سخترش رو خودتون میتونید امتحان کنید این نقطه نقطه چهار و صفر هستش درسته خب فاصلش از خط x مساوی هشت چقدر هشت منهای چهار یعنی این فاصله چهاره فاصلش از نقطه دو و صفر چقدر دو هستش نسبت دو به چهارم برابر با یک دومه درسته یه نقطه دیگه هم من براتون بیاد انجام بدم اونم چون نقطه ساده یه دوباره این نقطه رو بیاد در نظر بگیریم که نقطه منفی چهار و صفر هستش منفی چهار و صفر خب فاصلهش از نقطه دو صفر چقدره؟ فاصلهش از نقطه دو صفر برابر با 6 هستش درسته؟ فاصلهش از خط x مساوی 8 چقدره؟ یعنی این فاصله میشه 8 منهای منفی چهار یعنی 12 مجددا میبینید که نسبت 6 به دوازده مساوی یک دوم هستش این همین هر نقطه دلخواهی روی این بیزی زرد رنگ بگیریم نسبت فاصلش از نقطه از میخوام فاصلش از نقطه 2 و به فاصلش از خط x مساوی 8 برابر با یک دوم خواهد بود خب این هم از تمرینی که میخواستیم در مورد بیزی حل بکنیم جلسه بعد بحث در مورد مقاطع مخلوطی رو ادامه میدیم تا جلسه بعدی خداحافظ